از پاشیدن آرد صرفه جویی نمی کنیم. یعنی این خمیر فقط باید روی سطح آرد پاشی شده باز بشه. خمیر رو به همین حالتی که هست از چهار طرفش وردنه می کشیم و سعی می کنیم تا جایی که امکان داره در مرکز خمیر یه گودی یا برجستگی باقی بمونه، که در واقع وقتی کره رو میذارین خیلی روی سطح نازکی قرار نگیره. من کره رو که داخل یخچال گذاشته بودم وسط خمیر قرار میدم و خمیر رو میپیچم به این شکل. فقط دوستان دقت کنید که تمام آرد اضافی که روی خمیر هست با برس کنار میزنین که آرد اضافه روی خمیر نمونه. کم کم زمانم داره به پایان میرسه خانم کاوه، ولی من خیلی کار دارم. خب مجدد من یک بار این عمل تازه زدن رو انجام میدم، بعد میرم روی مرحله. خب بعد ما خانم عظیمی با ما دعوا میکنیم چون رفتیم سراغشون. ما از خانم عظیمی اجازه میگیریم چون گفتیم آخرین باره. ما تابع تصمیم شما بزرگ باریم، اختیار دارید. خب خمیر رو به این شکل میبندیم و به شکل حرکات ضربه ای خمیر رو از دو طرف باز میکنیم. در حین باز کردن خمیر زیر خمیر رو حتما چک میکنیم، مجددا آرد میپاشیم که کره از خمیر بیرون نزنه. خمیر رو از طول و عرض باز میکنیم. فقط یه نکته ای که خدمت دوستان لازمه حتما بگم اینه که خمیری رو که باز کردین دقت داشته باشین از همون سمتی که بخچه شده یعنی جمع شده اون قسمت مرکز خمیر قرار بگیره، یعنی داخل تابره. به این شکل خمیر رو تا میزنیم که چهار لا تا میخوره. این خمیر به مدت 20 دقیقه در یخچال استراحت میکنه. بعد از 20 دقیقه مجدداً با حرکات ضربه‌ای از طول و عرض باز میشه. کاملا استراحتش رو میکنه. تقریبا به ابعاد 30/40 در میاد و این بار از این جهت تا میخوره. یعنی دفعه قبل از سمت چپ و راست آوردیم رو مرکز خمیر، دفعه بعدی که دوم و سوم و چهارمی که این کار اتفاق میفته از پایین و بالا. این کار چهار بار تکرار میشه و بعد از هر بار باز کردن خمیر 20 دقیقه داخل یخچال استراحت میکنه. بعد از 20 دقیقه آخر خمیر باز میشه و قالب میزنیم، حالا به هر فرم و شکل خاصی از شیرینی که خواستین. فقط دقت داشته باشین مراحل استراحت دقیق انجام بشه، بردنتون روی خمیر از روی خمیر پایین نیاد، باعث فشردگی لایه ها میشه، خمیر به هیچ عنوان گرم نشه و فشار بیش از حد به خمیر نیاد. یعنی اول با حرکات ضربه ای خمیر رو به ابعاد مورد نظر نسبتا در میاریم و بعد باز میکنیم خمیر رو. بعد از اینکه آخرین مرحله استراحت انجام شد، بعد از یک ساعت و نیم دیگه حدودا، تقریبا یک ساعت و نیم، بله، آخرین مرحله که انجام شد ما خمیر رو روی سطح کارمون به ابعاد تقریبی، البته ابعادش که خیلی مهم نیست، ضخامتش برای هر نوع شیرینی که از این خمیر استفاده میشه فرق میکنه. برای شیرینی زبان ما احتیاج داریم که بین 3 تا 5 میل، یعنی کمتر از 3 میل نشه و بیشتر از 5 میل هم باز نشه. همیشه وقتی این خمیر رو آماده میکنیم و به اندازه کافی باز کردیم، دور تا دور خمیر حتما برش میخوره که جا برای نفوذ هوا داشته باشه، چه در حین پخت و چه در حین کار. تمام این مراحل باید خمیر کاملا سرد باشه بدون اینکه هیچ گرمایی بهش وارد شه. خمیر رو به هیچ عنوان کنار نذارین، به کار دیگه مشغول نشین مگر اینکه خمیر داخل یخچال باشه. خب شربت یا شیره غلیظ یا عسلی که رقیق شده رو روی این خمیر کاملا میمالین. دقت داشته باشین عسل رو میشه با یه مقدار آب جوش. بله، چون اگر بخوایم داخل مایکروویو رقیقش کنیم، یعنی با گرما رقیقش کنیم، روی خمیر اثر میذاره، خمیر رو شل میکنه و کار به مشکل برمیخوره. خب این شربت خیلی نباید غلیظ باشه، خیلی رقیق هم نباید باشه که وقتی که برش میخوره خمیر روی لایه ها نیاد، چون باعث میشه که داخل فر وقتی قرار میگیره این لایه ها به هم بچسبه و به شکل نامنظمی خمیر بالا بیاد.
انتخاب اندازه قالبی که برای زبون انتخاب میکنین به عهده خودتونه. خیلی کنار هم کنار هم این خمیر رو قالب میزنیم. و یه نکته مهم دیگه که میخوام خدمت دوستان عرض کنم اینه که برای پخت این خمیر بهتره از سینی های استفاده کنین که بدون لبه هست، اصطلاحا اونجا به شیت معروفه که دور تا دورش لبه نداره، فقط از یک جهت لبه داره که فقط یه دستگیره استفاده میشه. خمیر رو قالب میزنین کنار هم کنار هم. این خمیر دیگه احتیاجی به این نداره که شما فاصله درش ایجاد کنین، چون یکی از دلایلی که شیرینی زبون بعد از بالا اومدن کج میشه علت اینه که فضای خالی بین دو تا تیکه از خمیر هست. بعد از اینکه خمیر به این شکل قالب زده شد، سعی میکنین وسط، یعنی حتما باید این کار انجام بشه، یه برش طولی ایجاد میکنین. بعدم نیست یه مقدار شکر روی موادتون بپاشین، روی خمیرتون بپاشین و داخل فری که از قبل داغ شده با حرارت 200 درجه به مدت 5 تا 7 دقیقه قرار میدین. بعد از 7 دقیقه، یعنی زمانی که دیدین خمیر از هم باز شده و لایه ها بالا اومده، شما حرارت رو به 180 درجه کاهش میدین. حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه داخل فر قرار میگیره و بعد از اون شیرینی ها طلایی میشه و آماده است. به محض خارج کردن از فر یک بار دیگه روی شیرینی هاتون رو شربت میمالین، در صورت تمایل پودر پسته یا پودر نارگیل دیگه به سلیقه است. بله، سخت میگیرن در واقع. درجه فر رو به فارنهایت سانتیگراد گفتید. نیابت از طرف شما، من یکی از این شیرینی های خوشمزه زبان رو تست میکنم. جای شما خیلی